سلام، به یکی دیگر از برنامه های در کوچه های شهر خوش آمدین. امروز آمدیم در یکی از کارگاه های موسیقی که در شهر کابل فعالیت میکنه و باید بگویم که شاید فعالیتشون متفاوت تر از دیگر کارگاه ها و کورس های موسیقی باشه، معیاری تر و پروفشنل تر. بله، امروز آمدیم و در کارگاه موسیقی استاد ناصر رویان و همچنان علیسینا جان که شاگرد یک از شاگردای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نیست هست، در این کارگاه با استاد رویان کار میکنه و همچنان فعالیت های اینا دارن و همکارای دیگه هم دارن که امروز از اونا هم میپرسیم و در کل روی کارکردها و فعالیت های این کارگاه امروز صحبت میداشته باشیم و معلومات بیشتر هم از استاد رویان میداشته باشیم. قسمی که شما دیدین یک باشه ایره ایشان با علیسینا جان نواختن، گرچه من فقط گیتار در دست گرفته بودم و یاد نداشتم. از استاد رویان میپرسم که چیکار باید نواخته. سلام، وقتتان بخیر. وقت شما بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید. سلامت باشین. مکلبه فقیرانه ما. خواهش میکنم. و بسیار تشکر از اینکه فرصت دادیم به ما و پرسیدیم جویای احوال شدیم که زمینی فعالیت ما چی هست و چی کار میکنیم با این نوازندهی نسبتا کوچک ما. شما سلامت باشین. البته کلبه فقیرانه گفتین، ولی من برعکس میگم که کلبه هنر. باشه. بله، اینجا همه چیزایی که ما میبینیم آثار هنری هست که از آثار جناب استاد رویان هست و بیشتر از همه میخوایم که درباره این هنرمند کوچک ما بدانیم. علیسینا جان ویلون مینوازه و گهگاه میخوانن و همچنان فعالیت هایی که در عرصه هنر موسیقی داشته نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای دیگه هم بوده. علیسینا وقت بخیر. تشکر، وقت شما بخیر. خوش آمدید به استودیوی ما. خوش باشین، تشکر، سلامت باشین. علیسینا، تا کنون در کدام کشورها رفتی و هنرنمایی کردی؟ من سفر داشتم به هندوستان یک بار به هندوستان رفتم و به ارکستر ساوت آسیایشان، یعنی آسیای جنوبیشان نواختیم. و چند سال میشه که ویلون مینوازی؟ سه سال میشه که ویلون مینوازه. در طول سه سال تانستن که دستاوردهای خیلی خوبی داشته باشه. استاد رویان، میشه کوتاه درباره فعالیت‌های هنری این کارگاه بر ما معلومات بدین که مدت چند سال میشه فعالیت میکنن و کدام فعالیت‌ها رو شما دارین؟ بسیار تشکر. من تقریبا سال 96 بود که وارد پوهنتون کابل شدم در رشته موسیقی و فاکولته هنرهای پوهنتون کابل در سال 1390 ختم کردم. و شرایط افغانستانه که میدونین که نه امکانات صحیح داریم ما، کسایی که در زمینه هنر فعالیت میکنن و نه برش سرمایه گذاری صورت گرفتن و کسایی که واقعا میخواین کار اصولی بکنن بعد از فارغ شدن یا تمام کردن رشته که از زمینه هنر به صورت درست و اکادمیک کار میکنه در افغانستان با بسیار چالش روبرو است. مثلی میمانند که یک فیلسوف فارغ میشن، مثلی میمانند که یک ستاره شناس فارغ میشن، مثلی میمانند که یک کیهان شناس یا نجوم شناس فارغ میشن. افغانستان کشور بسیار عقب مانده است به لحاظ داشتن امکانات زمینه های هنر، فلسفه، جامعه شناسی، کیهان شناسی یا ستاره شناسی. کسایی دوستایی دارم که عرصه های بسیار متفاوتی را میخوانند در جامعه مثل افغانستان، ولی وقتی فکر میکنیم برای او که اونا واقعا بعد از اینکه فارغ میشن چطور فعالیت میکنه، کجا فعالیت میکنه، باید بستر وجود داشته باشه برش، باید امکانات وجود داشته باشه. کشورهای دیگر وجود دارن بسیار به شکل فراوان. خب به آسیا نمیریم. من 1390 فارغ شدم و بعد از 1390 دو سه سال، یعنی دیگه عامیانه تر بگویم، ولگشتی کردیم. دلیلی نبود امکانات. خب موسیقی که به مفهومی نیست که موسیقی را یاد گرفتی باید حتما در تالار عروسی باشی و شاه آمد بخوانی. این دیگه مفهومی دارن موسیقی. و ما شناختی که از موسیقی داریم از روی آثار مکتوبی که از هنرمندهای بزرگ دنیا باقی ماندن موسیقی را شناختیم. و هیچ وقت اگر بخوایم بریم در تالار عروسی بخوانیم که شاه آمد و شاه آمد، واقعا خجالت میکشیم. یک خجالت بسیار بزرگ است برای ما. تا سالهای 90 و
94 سرگردانی را داشتم، 93-94 و 94 باز بر این شد که دوستایی که دارم استودیوهای فعال کردن و اکادمیهای فعال کردن در زمینی آموزش و تولید و اونا کم کم شروع کردم، که از اون جمله یک تنش جناب بارس بود، آرش بارس که اونا در سال 1394 یک اکادمی موسیقی ساخت که در پلسخ تدریس میکردیم و ما مسئولش بودم. باز به همین سال در خلیفت الله یک استودیو ایجاد کردیم، خانه تولید، که در اونجا هم نسبتا کم کم کار میکردیم. ادامه دارم. بله، بسیار خوب است. پس از علی سینا میپرسیم که چند مدت میشه که با استاد رویان هستی و فعالیت میکنی؟ من وقتی که با استاد رویان پیوستم، وقتی که نواشنا شدم، تقریبا 4 سال یا 5 سال پیش بود و موسیقیم فکر کنم صنف 4 انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بودم و آشنا شدیم و او وقت یک ما با استاد رویان گپ زدیم که یک ملاقات کاری یا موسیقی میتونیم با هم داشته باشیم. باز به مدت زمان تا اینجا رسیدیم و کار کردیم، زحمت کشیدیم تا که حالا یک استودیو را ساختیم. بسیار عالی. پس استاد رویان اگر شما هم موافق باشین فعلا یک بار شما میشنویم از شما، بعدا صحبت های دیگر ادامه میتیم، آیا امکانش هست اگر شما هم موافق باشین؟ علی سینا قطعه دوگانه یا من تنها میتونم بنوازم؟ دوگانه اگر باشه بهتر است. چه بنوازیم دوگانه؟ بچه شما استادش هستن، شما باید نظر بتین. بر نظر شما قلبا رو میشه بنوازیم؟ بگو به همه آشناتر است. بله قشنگ است. بله از کجا؟ از دو اولین گامای خود در بخش موسیقی در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گذاشتم و وقتی فکر کنم یه چانس بود که من وایلون انتخاب کردم، وقتی که اتفاقی شد رشته اول را که من میخواستم انتخاب کنم پیانو بود، میخواستم پیانو بنوازم، اما یک وقتی که در وقتی که رشته ما انتخاب میشد یک ایسی به من گفت که برو وایلون، شاید در وایلون هم خوب باشی. و همونطور چانسی و بعد گفتم اگه خوبم نباشم باز یک 10 روز بعد یا 20 روز بعد اگه خوب میشم و اگه خوشم نامد باز میتونم تبدیل کنم. باز خوشت آمد. باز بعد از او بخاطر زیاد سخت است وایلون کوشش کردم، باز کمکی وقت ناامیدم بودم، گفتم که ناله چرا خود یادم بگیرم. باز بعد از کوشش های زیادم باز تانستم که وایلونم
نه ما که اطلاع دارم میگه پالی پوت میکنن. پوت میکنن. قدش بسیار خورد بودن سر چوکی یک نفر دیگه سر پشت پیانو میشاندن. باز وقتی پایین شدن کس نبوده که پایین کنن. به اون خاطر نگرفتن. پایش از چوکی بسیار بلند بودن. میگه پس. خب، آلا فکر میکنی که یک ولی نواز بسیار خوب استی و توقع خودت برآورده شده یا نه؟ نه، توقع خودم برآورده، من هدفم بلندتر از این است. میخوایم که هنوز در دوری آموزش است یا یادگیری، درست است؟ بله بله، الاسنو میخوانیم در پیدا وقتن ویلون؟ قبل از اینکه من ویلون شروع کنم، میخواندم، بله استادای زیاده داشتم پیش استاد ناصر را میخواندم وقت استاد ناصر را میخواند و دو استادش استعفا داد از خوانندگی وقتی که این میخواند شروع کرد اونا ترک خوانندگی کرد تنها کسی که بسی که قوی میخواند تحمل کرد نه نه قوی میخواند تنها کسی تحمل کرد شما نه تنها کسی که تحمل کرد من همون تر از علیسی بله چه خب پهید میگرد اعتراف آمده از کوچیش هم سه چار خانوارم رفت بخی و از اونجا کوچ کرد استاد من بسیار کنجکاو شدم که چه قسم اینو میخواندن که بخی تو استاد را مجبور به خوانندگیش بسیار فوق العاده است استاد پس در بین شاگردهایتان البته کسانی که در نزد شما به مصروف آموختن موسیقی هستند کدام شاگردتان خیلی بدلتان کار میکنه آیا حالا پیش روی علیسینا جان دیگه سینا که شاگرد من نیست سینا هم کارم هست سینا شاگرد یک نهاد بسیار معتبر به سطح بین المللی است که میره کنسرت ها اجرا میکنه و همچنان ما هم یک زمان شاگرد یکی از این نهاد ها بودم نهاد مثل پانتون کابل بودم فارغ شدم سینا هم به این شکل که من فارغ میشم از یک نهاد دیگر ولی با هم مختصات و عین خصوصیات فارغ میشم سینا هم کارم است و سینا را که من در سن سال 14 و 15 سالگی میبینم با اینقدر علاقمندی و کششی که برای سازش داره در 20 سالگی من سینا را یک چهره میبینم در سطح جهانی شدن و اینو نواختن به صورت بسیار معنادار و استاندارد بله. مثلا در افغانستان 95% اکثر کسایی که نوازندگی میکنن بسیار به شکل کردکی و غیر حرفه‌ای هستند یعنی برابر به هیچ اصولی از استانداردهای دنیا نیست نواختنشون ولی این آقاره که شما میبینیم در 20 سالگی ای بسیار میتونن افتخار آفرین باشه برای ما در سطح بین المللی با قطعاتی که میدوازن و یک تعداد از اینا بگیریم که امیدوارستی بو زبان ما حرف بزنه دقیقا صحبت خب بعد از 20 سالگی باز دیگه هم روی ما گپ نمیزنه شما ما که زنگ بزنیم باز کیستی قطع میکنیم باز مده سبت هستم و نمیفهمم مده اتریش هستم و نمیفهمم مده استرالیا هستم مده کانادا هستم در این کنسرت هستم استاد پسان زنگ بزنیم نه مغرور نمیشم حالا خب میگیم هفت سال کی؟ خب ببینیم اما سرخط باور کامل ندارن که مغرور نمیشن مغرور میشن من چی دلیل وجود دارن؟ چی تضمین وجود داره که شما مغرور نشه؟ مثلا سینای بسیار آدم واقعی بمان موسیقی خودش فرق نمیکنه موسیقی خودش یک دلیل است که مغرور نباید شوی باید شما شخصیت ملی میباشین مربوط تمام مردم میباشین یک بخشی از کار موزیسین هایی که واقعا تخصصی میره درس موزیک میخونن او هست که چطور بتونه موسیقی متن بنویسن برای فیلم موسیقی تولید کنن برای برنامه ها موسیقی تولید کنن برای برنامه های انواع برنامه هایی که تولید میشن در سطح رسانه در سطح سینما و در سطح تلویزیون او چطور باید موسیقی داشته باشن و هر برنامه باید بر نیازمندی خودش و مطابق به نوعیت خودش موسیقی خودش داشته باشه و این نیاز به چی دارن؟ نیاز به اشخاصی کارشناس این زمینه دارن که تحصیلاتش داشته باشن تجربیش داشته باشن و شناختش داشته باشن موسیقی که من تولید میکنم موسیقی آوازی نیست که تنها بر ژانر موسیقی آوازی یا آوازخوان ها تولید میکنم قطعا
بسیار اقل هستن، یعنی عددی که ما برای آوازخوانا تولید میکنم بسیار تعداد کم هستن که ما برای اونا میخوایم کار تولید کنم. کار ما بیشتر بی کلام هستن. شما موسیقی بی کلام شنیدید؟ بله. اصل موسیقی در بی کلام تعریف میشه و قطعاتی که ما تولید میکنم اکثرا بی کلام هست، یعنی 90% بی کلام. وقتی که کلام در موسیقی یک جا میشه موسیقی ناقص میشه، یعنی موسیقی خودش کلن تونالیته ها هستن، فرکانسی ها هستن. کلامی که در موسیقی اجرا میشه موسیقی را نسبتاً ضعیف میسازه و ما مطابق به معیاری که موسیقی را خواندیم موسیقی بی کلام خواندیم و تولید را که میکنم موسیقی بی کلام است، موسیقی متن است، موسیقی است که برای اعلان پروموشن های اعلانات تولید میکنم و این تفاوت کار ما هستن. میتونین خود شما در عین وضعیت ببینید و برای شما قابل قبول هم میتونه باشه. بله، من شاهد کارهایتان بودم در این برنامه، هم میگنجونم از اون کارهای بسیار عالی شما انجام دادین. خب من خیلی زیاد علاقمند از این هستم که بشنوم صدای علی سینا را و اگر استادش اجازه بده میخوایم صداش بشنویم. من اجازه نمیدم، قطعاً من اجازه نمیدم که آواز بخونن. به دلیل چی؟ به دلیل که رشتهش آواز نیست، فقط رشتهش وایلن است. مثل که رشته من پیانو هست، اما ندارم اجا که من چی نیسته، من فعلا عروسی نیسته که یک دفعه بگی شاه آمد و شاه آمد و خان، یک دفعه بگی او دیگه چی هست؟ قدغنی نه فردی اول باید یک چند روپه بانی او نمیخونم. یعنی فرهنگ شما کابل نشین هستن او بودین دیگه، آقا داماد جوان هنه خیلی مهربان هست، باید چی؟ به جای کار یک چند روپه بانه. یک هنرمند بیچاره ببین چقدر گشنه هستنه، در آهنگ خود هنوز میگه یک چند روپه بانه. اگه پیسه میداشت، اگه زندگیش خوب میبودی چه ضرورت داشت که از پیسه بکنه؟ نه، از عشق، دوست داشتن، مثلا زیبایی های دیگه زندگی میخواد. واقعا کنجکاو هستم آقای رویان که همین هنرمند هایی که شما گفتین در نوافل میخوانن شاه آمد و شاه آمد و به جای کار یک چند روپه بانی کار در خوار عروس میگیرن نمیتن. اگر می آهنگ نمیخوندن خب بیچاره خوار عروس پیسه از چه قسم میگرفت؟ کارد و بعض فرهنگ هایی که هست. یعنی برداشت شما از این کارا چی هست؟ هنرمند هایی که کارا رو میکنن برداشت شما تنها و تنها فقر میتونن باشه. فقر چی؟ فقر اقتصادی. هنرمند دکتر نیست در این جامعه، هنرمند انجینیر نیست، هنرمند تجار نیست، هنرمند سوپرمارکت والا نیست. هنرمند یک کسی است که جامعه، ساختارهای اساسی جامعه، ساختارهایی که جامعه را اکمال میکنن به لحاظ اقتصادی، افراد جامعه را. برای هنر هیچ زمینی، برای هنر هیچ ذهنیت ندارن، ذهنیت تغذیه یا امرار معاش هنرمند. هنرمند هم مثل دکتر جامعه، مثل سیاستمدار جامعه، مثل جامعه شناس جامعه، مثل پروفسور جامعه، یک عضو از جامعه است، یک بخش، یک عضوی از آفریننده های زیبایی های جامعه است هنرمند. همین مورد ما میخواستم بگیم آقای رویان. حالا شما حرف از آهنگ شاه آمد و شاه آمد یادآوری کردین. خب یه چیز واضح است که آهنگ از کی هست و جاوید شریف یک از کسانی که همیشه به همین سبک میخونه و از دیگه آهنگ های شما هم دیدیم که همین مسئله شما. من نمیفهمم کی از کی بودن تا حالا نمیفهمم. بله، شانه پرانگ و همه میگن شانه پرانگ و سرخ کشیدی مچم بردی، همیت یک چیز متنای آهنگشان هست که خوانده. ولی یک چیزی که قابل بحث از این هست که علاقه مندهای خیلی زیاد داره ای هنرمند و ای آهنگ هایی رکم میکنه در عروسی ها و همه مشنوه، در همه جا مشنوه. در کدام کشور؟ در کدام کشور؟ افغانستان. افغانستان شامل کدام کشور هستن؟ شامل کدام؟ نه مقصد افغانستان در کدام محاسبات دنیا به حساب میاد؟ در کدام عرصه؟ خب درست بلاز جغرافیایی نمیگم، در حساب میاد افغانستان در کشورهای دیگه بلاز هنرش؟ افغانستان حساب میشه یا کشورهای دیگه حساب میکنه برای افغانستان به عنوان کشور دارای هنر؟ اما کسان را ما داریم که میشه مثلا از اونها حساب کرد و اونا هنر موسیقی را زنده نگه داشتن. مثلا مرحوم احمد ظاهر. خب احمد ظاهر هم یکی از قربانی های این وضعیت بود. احمد ظاهر تا روزی که زنده بود سرکوب میخورد، احمد ظاهر توهین میکرد به انواع مختلف، همین کسایی که پیروان کلیشه بود در موسیقی. احمد ظاهر کسی بود که میرفت بلندترین آهنگای دنیای بیرون میآورد شعرش را تبدیل میکرد، کاور میگه او را در
دنیای موسیقی، یعنی در ساختار موسیقی. احمد از الویس پریسلی احمدزای میاد آهنگ چنج میکرد، شعر چنج میکرد و فارسی میخواد. احمدزای چرا ماندگار شد؟ چرا دوستش دارن امروزه؟ چرا که احمدزای جدید برای مردم ایجاد میکرد، نو میآورد، تازه میآورد، تنوع خلق میکرد. همو احمدزای نمیپذیرفت. همو احمدزای با چالش های بسیار روبرو بود. شما شاید اطلاع درست نداشته باشید، ولی احمدزای بسیار چالش داشت. ولی نه، پیشتر شما گفتین که از موضوع بیرون نرید. در جامعه امروزی افغانستان کسایی که خالق اون نوع آثار هستن بسیار رول دارن، جامعه اونا رو میپذیره. پس من دلیل دیگه که دارم میگم، همین جامعه موتو در دنیا در چی سطح قرار داره؟ از چه قدر شناخت، محبوبیت و پذیرش برخوردار است جامعه ما اوتو؟ چرا درصد بسیار کم افغانستانی؟ بسیار کم. وقتی که میریم به خارج میگیم افغانستیم، حداقل اگر دیگران دو جا تلاشی میکنه، ما رو 40 جا تلاشی میکنه. ولی اگر یک اسپانیایی میره، اگر یک ایرانی میره، اگر یک آلمانی میره، میگه که من آلمانی هستم، اسپانیایی هستم، ایرانی هستم، دیگه تلاشی وجود نداره. چون جالبش اینجاست که همین هنرمندان در کشورهای دیگه زندگی میکنن، کشورهای پیشرفته. بله، اینا در غرب هم زندگی میکنن، ولی بازم شانه پرانک میخوانن، ولی بازم گنجشکک میخوانن. چرا؟ چون بستر کشور من و تو هیچگاه برش فرصت نبودن که بستر سازی بشن برای به وجود آمدن تعلیمات هنر، تحصیلات هنر و شناختی نوعیت و یا گونه های بیرونی که کشورهای دیگه داشتن، مثل که احمد زاهر بر ما آورد، اینا را تبدیل زبانی کرد. احمد زاهر بسیار کمک بزرگ کرد بر افغان ها در یک مقطع، ولی قدرمون رو ندانستیم، سرش رو به گور کردیم. چرا؟ چرا که ما توانایی پذیرش چیزهای خوب نداریم، چیزهای خوب نمیتونیم ما بپذیریم. ما شما صحبت کردین انسان خسته نشه، خسته نشدی؟ حتی کم ظرفیت کنه خود. چطور بود در پای استاد؟ خوب. شاید قبلا بر خودت گفته باشه. استاد از آخر صحبتاش، از آثار، یعنی چیزی که آثار میشه صحبتاش، این هست که یک هنرمند باید دنیای واقعی موسیقی را به جهان نشان بده. بدونش ترجمان ما هست. ایره ترجمان. خب حرف صحبت ها از اینجا آغاز شد که من گفتم میخواستم صدای علی سینا رو بشنم، ولی استاد رویان مخالفت کردن و گفتن که من دوست ندارم که علی سینا بخونه. اصلا نخوندن تا کنون علی سینا؟ نخوندی علی سینا؟ هیچ وقت. طرف استاد سینا فقط ابو دوسه خانواره که در کوچه بود، اونا کوچکشی که کردن، علی سینا هم دیگه باز دیگه نخواد. مشکلی حتما وجود داره، همسایه ها رفتن امیر قبوده و ایلون شروع کرد. اگر اشتباه نکنم استاد رویان، صدا شما رو هم شنیدیم، در کنار زیکی می نوازین می خوانین هم، درست؟ من در رسمیات نمی خوانم، یعنی استفاده شده موسیقیم برای رسمیات یا ای که مردم عام چی میخواین و چی میخواین ببینم، موسیقی ژانر بی کلام هستم. ولی در خصوص بین دوستایم، رفقایم که هستم، باز یکم وقت میخوانم، به خاطری که چون باز قضاوت زیاد نمیشه وقتی که در محیط خودت و در خصوص باشه، ولی در عموم که میری زیاد قضاوت میشه، چی از داخل چی از بیرون. باید بسیار پرفکت باشی، باید بسیار کامل باشی، باید بسیار تمرین دیده باشی که بخوای. ولی من هنوز خود در او جایگاه نمیبینم که مثلا کامل باشم. کامل مقصد اینه که یک معیارهای نسبی را پوره کرده باشی که بتونی آواز بخونی که همه شمول باشه و همه گیرا باشه. دوست دارم که ازم از علیسینا هم بشنم. وقت برنامه خیلی کم هست، یک زمین گذارده داشته باشیم. نه میتونم. اصلا میشه شما اجازه بده؟ من اگر اجازه هم بتونم خود اونا از نهادی که برایشان درس میتن نگن که شما وقتی در یک عرصه فعالیت میکنیم، در او عرصه بسیار باید شاهکار باشید. و در عرصه دیگه اگر تمرین نمیکنیم و برای شما استاد تایم نمیگذاره، هیچ وقت مداخله نکنیم و گستاخی است. این خود نهادشان برایشان میگه. این من نمیگم. درست است سینا جان؟ پس اینا اجازه؟ بله اینطور. نواد شوخی و مذاق نیستن. می خواهش میکنم، میره درد میکنه. خب خیلی باشه. از علیسینا میخوایم بپرسیم که اهداف آینده چه هست، کارهای آینده چه هست، فعالیت‌های هنری و موسیقی در کجاها خواهد؟ فعالیت‌های
کوشش میکنم که بلندتر بره و میخوایم که یک نوازنده خوب تاپ در سطح افغانستان و جهان باشم و میخوایم که موسیقی پاک یا به اصطلاح عام خالص به مردم روان کنم، ارائه کنم که مثلا بتونن که به طور درست موسیقی رو بشنون و از موسیقی استفاده کنن و لذت ببرن. تنها نوازندگی یا خوانندگی هم خواهد بود در آینده؟ بله، این یکی از اهداف من است، اما زیادتر تلاش به خاطر وضع فعلی افغانستان زیادتر تلاش من در این خواهد بود که موسیقی که واقعا ارزش شنیدن را داره او را عرضه کنم. آیا الگوی داری در موسیقی؟ الگو دارم. کی هست؟ الگوی دارم که فکر نکنم که تمام مردم افغانستان الگو را بشناسند، چون که پیش ساد گفت که مثلا هر کس موسیقی های مثلا شاه آمد را میخوانن و بچه شانه پرانک این چیزا را میخوانن، فکر نکنم با کسی را که آل نام میبرم آشنا باشن. الگوی ما یک شخصی ایتالیوی از ایتالیا، یک ویلو نواز بسیار خوب که در دوره رومانتیک زندگی میکرد، نیکولو پاگانینی است. او بسیار خوب است یا یکی از شاهکارهای تاریخ است؟ یکی از نابغه‌های تاریخ. بسیار عالی. از هنرمندهای افغانستان کی را دوست داری؟ از هنرمندهای افغانستان مرحوم ارمن زاهر. مرحوم. فقط از کسایی که در قید حیات هستن؟ خوب است، دوست دارم من شما. یعنی کسایی که ارائهشون خوب است. حتی کسی که شانه پرمک میخواد؟ نه. خب بسیار تشکر آقای رویان از این بر ما فرصت دادین و از فعالیتاتون گفتین. تشکر از خود شما و بسیار کوتاه چند ثانیه یک پیام اگر داشته باشید. خیلی لطف کردین که آمدین، صفا بودین و پیامی که من برای مردم افغانستان دارم این است که باید ما چطور تفکیک کنیم اصلا از تقلب، یعنی ما چطور به شناخت گونه های خوب موسیقی برسیم و تاثیرات گونه های خوب موسیقی از لحاظ و دید روانشناسی بسیار مفید هستن، برای روان بسیار مفید هستن، آرامش بسیار خوب روانی بر آدم خلق میکنه، موسیقی خالص و خوب. خیلی ممنون. تشکر. سلامت.